دهم آذر ماه 1396 خورشیدی و 1 دسامبر 2017 میلادی. در صفحه آخر امشب میپردازیم به مشکل احمدی نژاد و نظام. پرده آخرم سر جاشه. درباره تقدیمی خدمتتون عرض کنم که آدمایی میان صاحب منصب میشن، وزیر و وکیل و رئیس جمهور و غیره. بعد که دورشون تموم میشه به هر دلیل، هیچ که دیگه دنبالشو نمیگیره که این آدم چه دوزیا و چه جنایت هایی کرده تو همون دوره که صاحب منصب بوده. همه نگاه ها میره روی اون کسی که الان سر کاره. احمدی نژاد و دوروریاش هم اگه همچنان مطرحن، چون خودشونو میندازن وسط. به هر حال نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت دور اول ریاست جمهوری روحانی یکی از کسایی است که هنوز خیلی از کاراش رو نشده و فعلا دیگه وزیر نیست. کسی هم از داخل حکومت که اینایی که هی دست همدیگر رو میخونن مطرح نمیکنن. 4 سال اومد شد وزیر رو تموم. سلام جناب آقای فلاح عزیز. تنها چیزی رو که می‌خواستم به عرضتون برسونم، اون برنجایی که 538 نفر رو کشت، این برنجایی است که آقای نعمت‌زاده توسط شرکت پتروتجارت هرمزدان وارد کرد. همین آقای خسروتاج مدیر عامل شرکتش بود، اصل شرکت مال خودش بود که الان بعد از اینکه ایشون شد وزیر، اونم کرد معاون بازرگانیش. تمام اون برنجا رو از ترکیه، از هندوستان آورده بودن و در سردخونه ای در اصفهان دپو کرده بودن که خورد خورد فروختن. آقای به نام آقای عقیلی، یکی از سرمایه‌دارای دبی، میلیاردها میلیارد پول ایران رو کشیده، رفته بالا کشیده. من جمله پولای آقای، یه مقداری از پولای آقای زنجانی هم دست اونه. الان هم مدت هاست میگن ایشون غیب زده، معلوم نیست کجاست. و آخرین بار هم که میگفتن سرطان گرفته مرده. ولی همه اینا دروغه. این آقا خواهرزادهی داره به نام آقای قاضی که به صورت در دفتر آقای نعمت‌زاده کار میکرد، شریکش بود و به طور کل هتلی رو هم در بندرعباس، اون هتل کومادور معروف زمان شاه رو هم اینا از دولت خریدن 19 میلیارد بردن 60 میلیارد تومان گرو گذاشتن. منظورم اینه، اینم باز جز آقای عقیله هم به نحوی تمام پولایی که برده با کمک آقای نعمت‌زاده بالا کشیده، به ایشون براش جا درست کرده. اینو معلوم نیست کجا داره زندگی. احمدی نژاد بعد از اینکه سال 72 در دوره رفسنجانی شد اولین استاندار اردبیل، 10 سال بعد شد شهردار تهران، بعدم سال 84 شد رئیس جمهور. سال 84 انتخابات ریاست جمهوری دو دوره‌ای شد بین احمدی نژاد و رفسنجانی. دوره اول اعلام کردن احمدی نژاد 19% رأی آورده، رفسنجانی 21%. احمدی نژاد 5,700,000 تا رأی دور اول آورد، رفسنجانی حدود 500,000 بیشتر از اون. خب اینا رفتن دور دوم. دور دوم یوهو اعلام کردن احمدی نژاد 17,000,000 رأی آورده، یعنی 7,000,000 بیشتر از رفسنجانی. الله اعلم. سال 88 هم انتخابات که الناس و اعلم انقدر گفته شده که دیگه بذارید من وقتتون رو نگیرم. سال 96 دوباره نامزد شد برای ریاست جمهوری که صلاحیتش رد شد. اختلافای احمدی نژاد با خامنه ای و دیگران از سال 90 علنی شد. 28 فروردین 90 وزیر اطلاعات منصوب خامنه‌ای رو کنار گذاشت، مصلحی رو خودش شد سرپرست وزارت اطلاعات. تو همون دوره گفته شد که اسناد محرمانه‌ای رو درباره مسئولان حکومت از وزارت اطلاعات آورده بیرون برای روز مبادا، که البته اون تنها چیزی نیستش که دستش. به هر حال خامنه‌ای به مصلحی گفت برگرده به هیئت دولت که احمدی نژاد کنارش گذاشته بود. احمدی نژاد تمرد و قهر 11 روزه کرد و بعد با خامنه ای ملاقات کرد و ظاهرا قضیه تموم شد. از سال 89
حدوداً پرونده های علیه احمدی نژاد در قوه قضاییه در جریان بوده، بیشترش با شکایت مجلس. 27 خرداد 92 دادگاه کیفری استان تهران احمدی نژاد رو احضار میکنه، بعد 5 آذر 92 تو دادگاه حاضر میشد، نرفت، دادگاه برگزار نشد. 1 تیر 94 به دلیل شکایت 4 تا شکایت مجلس احمدی نژاد باز باید میرفت دادگاه و باز نرفت، اتفاقی هم نیفت. محمد رضا خباز نماینده 4 دوره مجلس 10 خرداد 95 میگوید 6 دفعه در کمیسیون اصل 90 مجلس متقلف بودن آقای احمدی نژاد محرز شده، موضوع به صحن مجلس آمده و نمایندگان تخلف ها را تأیید کردند، بعد از آن به قوه قضاییه رفته است. اگر قوه قضاییه فقط به یکی از پرونده های ایشان رسیدگی کند، ایشان برای همه عمرش از تمامی سمت ها محروم خواهد شد و نخواهد توانست در هیچ سمتی ثبت نام کند، چه رسد به ریاست جمهوری. احمدی نژاد و معاوناش، دوروبریاش میگن قوه قضاییه رو قبول ندارن و قوه قضاییه ظالمه. دادگاهشون که غیرعلنی اعلام شده نمیرن، به جاش میان ویدیو پر میکنن، تو فضای مجازی میذارن، از خودشون کیفرخواستشون جواب میدن اینجوری برای مردم، یعنی خودشون علنیش میکنن. بقایی اومده بند بند کیفرخواست علیه خودشو که قوه قضاییه داده دستش جلو دوربین میخونه و توضیح میده و از خودش دفاع میکنه. بقایی و مشایی و جوانفکر و خراسانی که زی حساب رئیس جمهوری بود میرن شابدالعظیم بست میشینن در اعتراض، بعد رو سایتشون هم میزنن وحشت ناصرالدین شاه از بس نشینی در حرم عبدالعظیم برای رفع ظلم. توضیح نداره دیگه. بعد احمدی نژاد هم رفته شابدالعظیم که همراهی کنه با بقایی و مشایی و جوان فکر و اینا. چجوری میتونه خودشون دوتن خودشون کنن؟ زود درست میشه انشالله. اینجا ایران مملکت صاحب از زمانه، پاکشون میکنه انشالله. ارباب داریم، سوسام داریم، آمریکا چیه، اون یکی چیه، پاکشون میکنه، تموم میشه انشالله. این احمدی نژاد، همون مملکت امام زمانی که 8 سال به خاک سیاهش نشوند. فیض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور میگوید علیه احمدی نژاد 7 حکم صادر شده و همه هم قطعی و در حال اجرا هستند. فقط یکی شما بگم، پرونده کلاسه 92382 با موضوع محکومیت رئیس جمهور وقت به جبران جمعاً مبلغ 70469 میلیارد ریال، یعنی ایشان در یک مورد به بیش از 7000 میلیارد تومان محکوم شده است. در این مورد رأی صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است. ببینید، به تخلفات احمدی نژاد، به قول آقایون تخلفات، به جنایت هایی که احمدی نژاد کرده بعدا تو همین برنامه میپردازیم. بذارین اول این میدان فعلی جنگ قدرت رو یه نگاهی بکنیم. حالا جلسه اول بازپرسی رفتیم، شرکت کردیم. من فکر میکردم که توهین به مقام معظم رهبری که علی القاعده احضاریه مزین به اونه، اولیش بوده دیگه، یعنی احضاریه ما مزین به توهین به مقام معظم رهبریه، به عنوان توهین به مقام معظم رهبری. رفتیم اونجا دیدیم این موضوع اولویت دستگاه قضایی نیست، مثلا اینو سوال نکردم، گفتن موضوع مهمتری وجود داره و اون تصرف در اموال دولتی است. خب معلومه دیگه، معناش اینه که دیدم خب اونا همه سیاسیه. سیاست هم امروز در جامعه ما نزد مردم هوشمند ما تعریف خاص خودش رو پیدا کرده. مردم در تحلیل از آقایون خیلی جلوتره،
مردم ما امروز 6 ماه آینده رو خیلی خوب میبینن، مسئولین 1 هفته بعد نمیتونن ببینن. ببینین، میگه احزاریای ما مزینه به توهین به رهبری، میفهمن اینا چی میگن. بعد اون وره جبهشون هم تو جنگ قدرت اونا میفهمن اینا چی میگن. یعنی افتخار میکنه به اینکه احزاریش علیه رهبر صحبت کردن، توهین علیه رهبر مزینه. هم تکرار میکنه که اگه کسی نفهمید بفهمه، مزین است به توهین به رهبری. باری میگه مسئولین اینجوری هن، مردم اونجوری هن، مسئول مردم باهوش هن. مسئولین یعنی کیا؟ اولین مسئول مملکت رهبر معظم، از جمله کسایی که به گفته مشاهی 1 هفته بعدش هم نمیتونه ببینه. نامه منتشر شد 2 روز پیش از احمدی نژاد به رهبر معظم، چند نکته توش مهمتر شاید. میگوید، بذاریم براتون بخونم. اعتماد عمومی، این چند نکته رو من تیتر بندی دیگه نمی کنم چون نکات مهمی که توش میگه، یکیش اینه که کشور در بحران، حاکمیت ناتوان از مدیریت بحران و تلاش برای حل مسائل اصلی کشور و احقاق حقوق مردم از مقامات سلب شده، یعنی اوضاع درست بشو نیست. این نامه رو میخونم براتون تیکه‌هایشو. میگه اعتماد عمومی به صداقت و توانایی برخی مدیران ارشد و دستگاه‌های گوناگون برای مدیریت بحران و عبور دادن کشور از این شرایط مدت هاست از خطوط قرمز عبور کرده و به صفر نزدیک شده است و رسانه ملی نیز که مسئولیت بسیار خطیری در این رابطه بر عهده دارد خود از وضعیت مشابهی رنج میبرد. سردرگمی مسئولین و نیز عدم ارائه راهبرد و برنامه روشن برای عبور از این وضعیت و شکست طرح‌های قبلی آنان در این مسئله شرایط را سخت‌تر کرده است. مقامات قضایی که خود باید ضامن آزادی مردم و امنیت و عدالت باشند در افکار عمومی به هر دلیل متهم هستند. اصرار غیرعادی و غیر موجه و غیر قانونی بر مواضع شخصی و سیاسی و دخالت دادن آن مواضع در امر قضا و بهره برداری از قدرت قضایی در مناسبات سیاسی، شخصی و خانوادگی، فرصت رسیدگی و اصلاح وضع دستگاه قضایی و مراقبت از خطا و ظلم و تلاش برای حل مسائل اصلی کشور و احقاق حقوق مردم را از آن مقامات سلب کرده است. یعنی اصلا درست بشو نیست. احمدی نژاد بعد از گفتن این که تو این صحبتایی که بارها کرده و میگم روی فضای مجازی پخش شده، تو نامه هاش هست، بعد از به هر حال میگه قوه قضاییه قدرتمندتر از 2 قوه دیگه است. میگه قاضی قضاوت، داوری و عقل منفصل ندارد، وصل به دستور لاریجانی. خب همین استقلال قاضی هم الان نقضه. یعنی رئیس قوه قضاییه میتونه قاضی رو جابجا کنه، ترفیع بده، بیاره پایین، همش دست رئیس قوه قضاییه است. استقلال جاییست که یک قاضی رو نشه وادار کرد به دادن رأی خاصی، حتی وادار کرد به رسیدگی به یه پرونده خاص. اما الان که خیلی راحته، الزامه. اتفاقا استقلال قاضی از درون قوه قضاییه داره نقض میشه. دادستان تهران تصمیم میگیره، قاضی هم باید حکمو بده. از قبل میاد حکمو اعلام میکنه. خیلی جالبه. اینجا اینطوری نیست. میاد راجع به افراد اظهار نظر میکنه. میگه این فاسده، این خرابه، این دزده. خب تو اینو میگی، بعد همون قاضی هم همونو میده دیگه. رئیس قوه هم همین کارو میکنه. میاد راجع به کسی قضاوت رو میکنه از قبل، بعد میده زیر مجموعش رسیدگی کنه. خب چی در میاد؟ نظارتی برش نمیشه، اجازه هم ندادن نظارت عمومی هم شکل بگیره. ببینین، این میشه فساد درون دستگاه قضایی. بعد احمدی نژاد میگه اینا میفهمن چی میگن، عمدن میگه که قوه قضاییه مستقل نیست. بعد میگه قاضی وصل به دستور صادق لاریجانی. اینکه توضیح مستقل نبودن نیست،
مستقل نیست یعنی به یه جایی وصله، منفصل نیست. به کجا وابسته است؟ به کجا وصله؟ رئیس قوه به کجا وابسته است؟ رئیسش کیه؟ رهبر معظم. پس از او دستور میگیره و به او گزارش میده. پس اگر کسی بگه قوه قضاییه مستقل نیست، یعنی وصله به دستورات رهبر، بدون اینکه قضاتش رعایت عدالت و درستی رو در بررسی پرونده ها داشته باشن. حالا که دیگه قوه قضاییه حفاظت اطلاعات هم داره و بس خودش پلیس و زندان و بازجوان داره، قانون هم که خودش مدعی حفاظت ازش. پس از نظر امکانات کاملا بی نیاز از سه قوه است، ولی در همه مسائل سه قوه در همه مسائل کشور دخالت میکنه و بنابراین در فساد همه دستگاه ها نقش داره. اینکه بگن ما هیچ نقشی نداریم، تو همه کارا دخالت میکنید که چطور نقشی نداره؟ تو اقتصاد دخالت میکنه، تو تمام شوراهای اصلی نماینده دارید، بعضی جا با حق رأی نماینده دارید، تمام تصمیم گیری اجرایی ها راجع به همه امور کشور دخالت میکنید، تصمیم میگیرید، میگیرید، میبندید، برخورد میکنید، چطور نقش ندارید؟ چه حرفیه؟ من میگم اگر عدالت رو درست اجرا بکنید سلامت میاد، هر چی اونور میخواد باشه. عدالت رو اجرا نکنید فساد گسترش پیدا میکنه. در شکل گیری فسادهای بزرگ به نظرتون قوه قضاییه چقدر نقش داره؟ خیلی نقش داره. ببینید یه چیزی که به شما میگم، حالا که فعلا بر دستگاه قضایی یک دستگاه مستقلی نظارت نمیکنه، همین مقداری که جست و گریخته خودشون نظارت میکنن، تعداد تخلفاتی که در قوه قضایی اتفاق بیفته، اون مقدارش که خودشون ثبت میکنن، نه اون ده ها برابری که اصلا کسی دسترسی نداره و ما داریم بعضیشو میبینیم به نسبت جمعیتی که داره 50,000 تا، بیام مقایسه کنیم به نسبت تخلفاتی که مثلا در قوه مجریه انجام میشه به نسبت 2,600,000 کارمندش و 10,000 مدیرش، مطمئن باشید که قوه قضاییه چندین برابره. به علاوه بودجه قوه قضاییه به ازای هر یک کارمند چند برابر قوه مجریه است، یعنی دستش بازه، قدرت داره. ببینید این اصل پذیرفته است در تمام دنیا، در طول تاریخ، در تمام مکاتب که در اجرای عدالت و سلامت جامعه قوه قضاییه نقش محوری داره. اینکه به نظم گردن دیگران مسئله رو حل نمی‌کنه. احمدی نژاد میگه اصلا کل کشور به خطر افتاده که من دارم انتقاد میکنم. قبلا کل کشور هنوز به خطر نیفتاده بود چون خودش بود. نمیگیم یه روزی خوب عمل میکرده کسی بهش انتقاد نمیکرده، یا قبلش قابل قبول بوده انتقاد نمیکرده، حالا خراب شده یا بعد عمل میکنه کسی انتقاد کنه بگن چرا اون موقع نمیکردی، اینو ما تفکیک بکنیم. یعنی شما میخواید الان به نقطه‌ای رسیده که دیگه در واقع این موضوع باز اون کل کشور به خطر افتاده، یعنی اصلا دیگه امیدی به اجرای عدالت نیست. اما چرا ما از اول ما یه دوره یه قسمت در خدمت آیت الله شاهرودی بودیم، واقعا من موارد به خود ایشون منعکس میکردم و ایشون با روی باز استقبال میکرد. حتی مواردی بود که مثلا طرف باید اعدام میشد 5 صبح، یک شب من زنگ میزدم که آقا اینه یکم عقب بندازید، اعدام هر وقتی میشه کرد، یه بررسی دوباره بکنید. ایشون بلافاصله دستور میداد، میگم من استقبال میکنم، چون این یه مجازات یا مجازات ها اگر انجام شد بعد نمیشه جبران کرد. بعد یه دوره در خدمت آقای لاریجانی بوده، در دوره ایشون هم بارها نوشتم به خود ایشون، به مقام معظم رهبری به هیئت حل اختلاف، بعضی وقتا گفتم، حتی یادم من می‌خواستم زندان اوین رو بازدید کنم خاطرم هست، چون گزارش‌هایی رسیده بود ما خواستیم بریم زندان اوین رو بازدید کنیم، البته نذاشتن با زور، در واقع نذاشتن که رئیس جمهور که مجری قانون اساسی است بره ببینه. چه آدم خوبی بوده این احمدی نژاد، حیف که دیگه رئیس جمهور نیست. گزارش هایی که رسیده بود و ایشون میخواستن برن زندان اوین رو ببینن چی بود؟ بقایی افتاده بود زندانی، میخواست بره ملاقاتش. زندان هم از همون موقع ساخته شده بود تو ایران که بقایی افتاده بود زندان. اون شاهرودی هم که میگه خیلی آدم خوبی بود، همونی نبود که مرتضوی رو دادستان تهران کرد و شد بلای جون روزنامه ها و قاتل زهرا کاظمی و بچه های مردم تو زندان ها و کهریزک، و بعدم که مجازاتش
اخراج از قوه قضاییه بود، معلق شد از قضاوت. بعد خود تو آقای احمدی نژاد ورش داشتی زود پست ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو بهش دادی که کنار گذاشته نشه، که معاونش هم شد حیدری فرد که الان تو زندانه، همدستش تو قاتلای کهریزک. بعدم که برداشتی کردیش مدیر عامل تامین اجتماعی که خود داستانی است واقعا پر آب چشم. آخه کدوم تپه رو تو سالم گذاشتی که آدم گزارش سلامت و درستی تو بده؟ من خیلی گشتم که واقعا بیام میگم این کارهای خوبو کرده این، گزارش بدم. الان هم که تو جنگ قدرت نوبت به خودتون رسیده، داری همون چیزایی رو که مردم میدونن یه بخشایشو تکرار میکنی. از نارضایتی مردم از کل نظام سوء استفاده میکنی. این موج سواری سیاسی واقعا که بین ایرونیا قبحش مثل خیلی چیزای دیگه ریخته، حالا نوبت شماست. ولی همین تکرار حرف مردم مهمه واقعا، از این نظر که یک نفر از درون نظام مقدس، مخصوصا عزیز دردونه این نظام مقدس داره این حرفا رو میزنه. در شورای امنیت ملی راجع به همون آقای ستار بهشتی من تقریبا شون دعوا کردم، فریاد زدم سرش، گفتم جنایت کردید شما، پجی جوون مردم رو گرفتید برد، این چه وضعشه؟ بردید و بعد جنازه کتک خورده و خونینش رو تحویل مادر پیرش دادین. تو کجا بودی اون موقع؟ رئیس جمهور بودی. گیرم همه حرفای شما الان درسته، ولی آخه چیزی بگید که مردم باور کنن. رئیس جمهور چی کاره است؟ خیلی الان جرأت داری، اون موقع کجا بودی؟ این که بگی نیرو انتظامی در واقع زیر نظر خامنه ایست چیزی رو حل نمی‌کنه. دولت صاحبش نبوده. اینکه پشت پرده شما به هم چی میدین و چی میگیرین مهم نیست، مهم نتیجهشه که همه تون توش سهیمین. چرا اعتراض علنی نکردی همون موقع؟ تو بقیه کشورها مگه دستگاه قضایی جدا از دستگاه اجرایی نیست؟ مگه پلیس مستقیم زیر نظر رئیس جمهوره؟ چرا هر اتفاقی مشابهی میفته تو آمریکا، تو فرانسه، تو انگلیس، هر کشوری که وارد مدنیت شده، چرا فوری رئیس جمهور میاد دخالت میکنه، بیانیه میده، میره تلویزیون با مردم حرف میزنه، نه یک بار، چند بار؟ این مشکلیه که مردم ایران با همه رئیس جمهورا دارن، که این منتخبین همشون نوکر رهبرن نه مردم. حالا البته جدا از اولین رئیس جمهور که با رهبر وقت در افتاد و همچنان هم ایستاده در مقابل این نظام، آقای بنی صدر، ولی نه خاتمی ارزه‌ای داشت در برخورد با پرونده قتل‌های سیاسی دهه 70، نه روحانی ارزه‌ای داره در تذکر قانون اساسی به دستگاه قضایی و پلیس و حتی سپاه. میتونن بنا به وظایفشون جلو این کارا رو بگیرن، ولی وقتی همه‌شون دستشون توی کاسه و منافعشون حفظ وضع موجوده، امکان نداره این اتفاق بیفته. قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه مهمترین وظیفه رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است، که اینقدر خود تو آقای احمدی نژاد روش این روزا داری تاکید میکنی. ببینین، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد. یعنی دومین مسئول همه مسائلی که در مملکت میگذره رئیس جمهوری که باید پاسخگو باشه. تنها کسی است که از رؤسای قوا که مثلا با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود، این تنها کسی است که باید جواب بده در مورد همه مسائل کشور. پس چرا حالا که گردن زیر تیغه داری داد و بیداد میکنی؟ زیر تیغ هم نه والا، الان وضع تو بهتر از صادق لاریجانیه تو این جنگ قدرت، به دلیل تکیت به رهبر معظم. اینا رو دیگه میدونی خودت دیگه و اندرونی ها همشون میدونن، ولی اون موقع که رئیس جمهور بودی حرف نمیزد چون صرف نمیکرد، یا خودت هم کارنامت نشون میده که بدتر از بقیه بودی واقعا. نمونه حمایت عجیب غریب تو از سعید مرتضوی دیدیم که نذاشتی یک شب بازداشت بشه. طبق اصل 176 قانون اساسی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود. رئیس شورای عالی امنیت ملی هم بودی وقتی قتل ستار بهشتی اتفاق افتاد.
آخه خیلی وقاحته که الان بیای اینو بگی باز داغ همه رو تازه بکنی. قتل ستار و مادر پیرش و قتل ستار بهشتی در زندان و جنایت های دیگه تو جامعه، تو زندان ها، ماجرای کهریزک، هیچ کدوم جز مسئله مربوط به امنیت ملی نبود یا بود؟ بعد تو هم اومدی جلوی دوربین های سیمای جمهوری اسلامیتون 3.5 میلیون تظاهرات کننده سال 88 و که اونجور وحشیانه سرکوب شدن تا تو بشی رئیس جمهور، گفتی اینا یه مش خس و خاشاکن. چی میگی الان تو؟ مصطفی تاجزاده میگه سومین بازجوی سپاهی هم در تیر 88 با حتاکی و ضرب و شتم دنبال پاسخ این پرسش بود که چرا من در جریان تبلیغات انتخاباتی احمدی نژاد را دروغگو نامیدم. به این دلیل که وزیر کشور دولت قبل از تو گفته تو دروغگویی، تو زندان شکنجه میشده. حالا اون خودش صاحب منصب همین نظام بوده که داشته از گماشته‌ها یه صاحب منصب دیگه کتک می‌خورده. ولی تو الان داری میگی مگه جرمه که من بیام بگم نمیتونم دختر من جاسوس نیست یا من از نمیتونم از لاریجانی یا بدم میاد، نمیتونم هیچ‌وقت باهاشون کنار نیومدم از این حرفا. این همه روزنامه‌نگار و جوون گل این مملکت رو به اتهام اهانت به رئیس جمهور تو سال‌های 84 تا 90 انداختن زندان و شکنجه کردن، تو فقط براشون اللهم عجل ولی یک الفرج خوندی. پشتت از اول به خامنه یا پسراش مخصوصا مجتبی گرم بود. وقتی اواخر دولت نهم که علیه احمدی نژاد و اطرافیاش انتقادا شروع شد از طرف نه فقط اصلاح طلبات، میدونین دیگه، از طرف بخشی از حتی خامنه ایچی ها و اصولگرایان به اصطلاح، خامنه ای اومد باز از احمدی نژاد دفاع کرد. 29 خرداد 88 می زدن، حرفهایی گفتن. به کی؟ به کسی که رئیس جمهور قانونی کشور، متکی به آراء مردم. نسبت های خلاف دادن رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردن. اینا خوبه؟ کارنامه های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن که ما که در جریان امور هستیم میبینیم، میدانیم که اینا خلاف واقعه. یکی از وحشیانه ترین کارهایی که فقط در سیستم استالین آدم میتونست ببینه اعتراف گیری های اجباری است و ساختن فیلم های جعلی از دادگاه محکومان به اصطلاح، کاری که در جمهوری اسلامی به فراوانی انجام شده از اول انقلاب تا حالا. آبرو نذاشتن این آخری وقتی وکیل برمیداری شما محکوم میکنی، یعنی داری دست و بال طرف رو میبردی، دادگاهشو که غیرعلنی میکنی، وکلاشو زندان میکنی، بعد خودتون تو فیلم میگیری به این میگی غیرعلنیه، فیلم میگیری که هر تیکشو خواست به نفع خودش بعدا ببره پخش کنه. آبرو نذاشتن، به نظرم خیلی ضربه زدن به حیثیت جمهوری اسلامی با این کاری که کردن. کجای دنیا وکیل رو هم دارن محکوم میکنن؟ یکی با وظیفه دفاع کنه. آقا همراهی کردی با آقای بقایی، خب بعد چی؟ چی؟ یعنی بیاد خودش رو دست بسته تسلیم شما کنه، سرش رو ببرید؟ یعنی یه کسی رو شما متهم کردی حق دفاع از خودش نداره؟ 7.5 ماه به اضافه 18 روز غیر قانونی کردی زندان، مجرمی، بعد طلبکاری میکنی. البته دستشو خالیه، واقعا دستشو خالیه، میخوام با هیاهو و فلان و این حرفا، ولی من پاش هستم به شما بگم. همین یه مورد اگر خوب باز بشه معلوم میشه تو قوه قضاییه چه میگذرد، وقتی که با معاون رئیس جمهور که علی‌القاعده باید حساسیت داشته باشن، تمام قوانین رو دقیق رعایت کنن که بهشون ایراد نگیرن، اینطوری یلخوار میگه بی خیال قانون، میزنه میره، شما خدا به داد اون 17 میلیون پرونده برسه. فقط بقایی بوده که حالا فهمیدی دیگه، فقط همین مورد بوده زندانی کردن وکیل.
اصلا تو اسم نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، محمد علی دادخواه، محمد نجفی، کلی وکیل دادگستری دیگر رو شنیدی که فقط و فقط به دلیل دفاع از متهمانی که دستگاه قضایی و همدستان و رؤسای تو خواستن محکومشون کنن انداختنشون زندان، تا 18 سال حبس بهشون دادن، پرونده وکالتشون رو لغو کردن. یکی از گرفتاری‌های مهم مردم با قوه قضاییه اینه که شاکی و متشاکی و شاهد یکیه، حالا غیر از رشوه ها و این داستانه که همیشه بوده و برنامه مفصلی هم در بارش داشتیم، خریدن قاضی و وکیل و نمیدونم، به ویژه تو پرونده های سیاسی به همین صورت شاکی متشاکی شاهد همیشه، اصلا اگه باشه، اگه اونجا باشه یکیه. اینو احمدی نژادی ها میدونن و از همینجا مخصوصا شیخ صادق لاریجانی و اژه‌ای رو دراز میکنن. بدترین حالت اینه که تو قوه قضاییه بخوای شکایت کنی، از اونا به خودشون باید شکایت کن. آقا شکایت کرده دو سال و نیم پیش که آقا این پاسپورت به خلاف منو دستگیر کرده. سوالایی که میپرسه القاییه، اتهامات بیخودیه. دو سال و نیم که رسیدگی میکنه اصلا. از سخنگو شکایت کرده اصلا، اینش که تحویل نگیره، گفتم ما ثبت نمیکنیم این شکایت. اینه تصویری که از هیولای دستگاه قضایی وجود داره، لااقل بخشش اینه که میگم خودشون دارن میگن، این که دیگه خودشونه داره اینا رو میگه. سخنگوی دستگاه قضا آقای اژه‌ای یا درباره احمدی نژاد جواب حرفاشو میخواد بده، میگه این آدم به خلافگویی و دروغگویی عادت کرده. اینکه 8 سال رئیس پاکترین دولت از صدر مشروطه تا امروز بود به فرمایش رهبر معظم، عادتش خلافگویی و دروغگویی بوده. آچا افراد مثل که زبانشون به خلافگویی، دروغگویی و به اصطلاح خلاف واقع گفتن اصلا عادت کرده، به قول معروف زبون هرس شده، هرچی به زبانش بیاد میگه. بی پای حرف زدن ایشون تقریبا شهره عام خاصه. احمدی نژاد بیش از 30 دقیقه مشخصا درباره قوه قضاییه مصاحبه کرده که یه تیکه‌هایش رو دیدین. اژه‌ای هم بیش از 30 دقیقه اومد وقت عزیزش رو گذاشت جواب داد بهش. مسئله بعدی ایشون میگه که طبق اصل قانون اساسی همه دادگاه‌ها باید علنی باشه، غیر از مواردی که خلاف عفت عمومی است و یا مسئله امنیتی است. اینم را فکر کنم نفهمیده. اصل قانون اساسی بله سه چیز را استثناء میکنه و یکی از اون موارد نگفته خلاف امنیت ملی باشه، گفته که خلاف نظم عمومی باشه و بین این دوتا فرقه. قاعدتا ایشون 8 سال رئیس شورای امنیت ملی بوده، این دوتا رو باید با هم دیگه فرقش رو بدونه. باز حالا یا این امرار ندونسته یا نخواسته. یعنی دادگاه بقایی و مشایی و مرتضوی با فرض قبول همه حرفای اژه‌ای خلاف این سه اصلی که شما فرمودید مشخصا، یعنی خلاف نظم عمومیه اگه دادگاه اینا علنی بشه. سوالی که خانم کردن و در ذهن خیلی هم هست، من فقط حالا یه جمله عرض میکنم، بقیهشو انشالله در فرصت خودش فرماد. خب اینها شما گفتید دروغه، نشر اکاذیبه، بعضا توهینه، بعضا افتراس، که هم تو این صحبت، هم تو بعضی از نامه ها، هم تو بعضی از همه اینا هست، نه تنها به قوه قضاییه ها. یعنی اینجوریه که فقط توهین به قوه قضاییه باشه، افترا به قوه قضاییه باشه، نشر اکاذیب باشه مربوط به کارهای قوه قضاییه، نه، نسبت به گاهی وقتا خیلی جاهای دیگه، خیلی مراکز دیگه این مسائل هست. و چرا برخورد میشه؟ من فقط همین یک جمله رو بگم، بقیهش رو خواهش میکنم حالا اجازه بدید دیگه در یک فرصت دیگه خدمتون باشم. حکمت صبر قوه قضاییه انشاءالله در آینده ای نه چندان دور براتون روشن میشه.
این صبر و این عدم اقدامی که مورد توقع بسیاری از مردم ما هست. اون آقا خیلی حرفای هم میگه که نزدیکان من 80 میلیونن چون من خادم ملت هستم، تو همین صحبتش میگه. واقعا نزدیکان تو 80 میلیون همه شما رو قبول دارن؟ چند نفر شما رو قبول دارن؟ آقای اجری احمدی نژاد دروغ میگه. چند نفر شما رو قبول دارن؟ این حرفی که داری میزنی یعنی تو و صادق و خامنه ای و همین شماها مثل احمدی نژاد تو این فکرین که چند درصد مردم قبولتون دارن که دارین سر این چک و چونه میزنین با هم دیگه. اینجاست نتیجه جنگ قدرتی که به نفع مردمه. رسیدن شما به نقطه ای که بدونید که کسی پشت سرتون نیست غیر از این دسته های سرکوبی که آموزش میدونه با امتیاز و پول نگرشون میداره و این بحران سازی و جنگ طلبی در منطقه و اینها. احمدی نژاد هم همین کارو با شما میکرد وقتی پول مملکت بی حساب زیر دستش بود. ما بعد از در ایام تحریم ها جلسات زیادی رو شبها برگزار میشد تا دیر وقت، تا پاسی از شب 12 تا 1 نصف شب هم بعضا این جلسات ادامه پیدا میکرد. در این جلسات از فرماندهان ارشد سپاه، قوه قضاییه و قوه مقننه حضور داشتن. به عنوان نمونه بگم در یکی دو تا از این جلسات بنا به درخواست های خود عزیزان حاضر در جلسه که به عیادی با برخورده بودیم هدیه داده شد. یکی از این موارد در شب عید قدیر بود که این جلسه برگزار شد و در این جلسه آقای فیروزآبادی که در اون زمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بودن از آقای احمدی نژاد درخواست کردن، گفتن ما بعد از ساعت اداری داریم میایم، بالاخره یه هدیه‌ای باید به ما داده بشه. که همونجا با تجربه مدت زمان زیادی بود که این عزیزان شب‌ها میومدن بدون هیچ دستمزدی کار میکردن، قرار شد که یک هدیه‌ای بهشون داده بشه. فکر می‌کنم آقای خراسانی 4-5 تا سکه بهشون داده شد. کیا بودن؟ آقای عزیز جعفری بود، آقای فیروزآبادی بود، آقای رئیسی بود به عنوان معاون اول قوه قضاییه، آقای اژه‌ای بود به عنوان دادستان کل کشور، فکر میکنم آقای حسین طائب هم بود رئیس سازمان اطلاعات سپاه، آقای باهنر بود، آقای مصباحی مقدم بود، آقای جلیلی بود. اینا همه تو جلسه سکه دریافت کردن، شو رسیدی هم ندادن. همین هاست عزیزان، یعنی الان این سکه هایی که الان شما بعضن اشاره میکنه همین هاست که آقایون دریافت کردن و حالا ما باید بریم دادگاه به خاطرش محاکمه بشیم، هزاران انگ و تهمت رو هم از طرف طرفدارای خود عزیزان بشنویم در حالی که به ما ارتباطی نداشته. ما طبق قانون بر اساس ضوابط و بر اساس خدماتشون ما میخوایم بگیم حالا اونم کاری نکردن، نه کار کردن، تلاش کردن، اومدن دریافت کردن، هدیه بهشون داده شده. خب ببینین تنها کسی رو که با تردید گفت حسین طائب بود، بقیه رو با زرس قاطع گفت اینا بودن و سکه گرفتن. حالا ببینید این حرفای بقایی کجاش مشکل داره در مقایسه با حرفای اجهی که رد میکنه اینا رو. آقایی گفته بود که در جلسه ای که زمانی که بحران تحریم ها بوده در اون جلسه آقای فیروزآبادی، سردار جعفری، آقای طائب، محسنی اجهی، مصباحی مقدم، رئیسی و کی و کی و کی بودن، به اونها هر کدوم 5 سکه دادیم رسیدم نگرفتیم. اینم دروغ محضه. در اون تاریخ‌هایی که ایشون میگه و قبلش و بعدش هیچ وقت اصلا جلسه با این ترکیب در رابطه با مسائل اقتصادی تشکیل نشده. چرا دروغ میگی؟ فقط طائب نبوده ظاهرا که بقایی هم گفت فکر میکنم طائبم بود، یعنی با تردید، ولی همه تون بودین. اینم سندش. جناب آقای خراسانی، حسب دستور جناب عالی به هر یک از نامبردگان یک قطعه سکه تمام اهدا گردید. قدس کیا بودن؟ آقای رئیسی، محسنی اژه‌ای، باهنر، عبداللهی، عزیز جعفری فرمانده سپاه، ابو ترابی، فیروزآبادی اون موقع فرمانده ستاد نیروهای مسلح، اون یارو قولتشنه کله کوچیکه، مصباحی مقدم، جلیلی، اینا همه بودن. این سندش. بعد سخنگوی دستگاه عدالت اسلامی واسه اینکه میدونه دروغ این حرفش، یه جوری باید به هر حال درست کنه، میگه شاید بله مال دولت نهم بوده و سکه های چند تا جلسه رو با هم گفته باشه و در این صورت بله درسته. اگر در دولت نهم میگه راست میگه،
در دولت نهم به مناسبت هایی آقای احمدی نژاد گاهی وقتا به اعضای دولت، گاهی وقتا به اعضای غیر دولت سکه میداد. این درسته، اگر اون موقع میگه اگه اینا رو جمع کرده شده 5 تا و در جاهای مختلف اینا میگه، اینا من نمیدونم اون یه بسته، اما اگر میگه توی جلسه که این آقایون بودن 5 تا سکه دادیم، این حتما واقعیت نداره و خلافه. ببینید یکی از نکات مهمی که این روزا احمدی نژاد و اطرافیانش روش تاکید میکنه اینه که بابا دادگاه ما رو علنی برگزار کنی. اصل 104 قانون اساسی معاونین رئیس جمهور باید علنی باشد. اصل 165 قانون اساسی میگه همه باید علنی باشن مگر اینکه عفت عمومی رو لکه‌دار بکنن یا امنیت ملی رو به هم بزنن. ما میگیم آقا تو پروندهشون چی هست که عفت عمومی رو میخواد به هم بزنه؟ چی هست که میخواد امنیت ملی رو به هم بزنه؟ خب علنی باید باشه. حالا ایشون که معاون رئیس جمهوره، اصل 140 قانون اساسی میگه رئیس جمهور، معاونین، وزرا باید با اطلاع مجلس باشن، یعنی تمام مراحل رسیدگی باید در مجلس گزارش بشود. و در اصل 69 هم میگوید تمام مسائل مجلس بعد از رادیو پخش بشود، یعنی باید علنی باشد. ایشون اصرار میکنه میگه نخیر آقا ما میخوام غیر علنی برگزار کنیم. روشن صحنه. چرا علنی نمی کنن دادگاه هیچ کدوم از حکومتی ها رو؟ چرا؟ والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. آقا مخالف بودن مگر جرمه؟ کی گفته جرمه؟ ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیفته دست اینا، ظلم بکنن، فشار به مردم بیارن، در مقابل بیگانه کوتاه بیان، ما قبول نداریم اینا رو. تا میگی بالای چشت ابروز یا توهین کردی یه پرونده جدید. آقا ایشون اومده بیرون میگه والا مردم من دوست نیستم، یه پرونده جدید گفتی من دوست نیستم، این به رئیس قوه قضاییه برخورده است. چقدر این لاریجانی ها محبوبن بین مردم. کسی که میاد جلو مردم میگه که ما مخالف لاریجانی ها هستیم، حتما تو دادگاه دلایلی داره که با جزئیات توضیح بده. چرا علنی برگزار نمیشه؟ یه نکته بسیار مهم است، بذارید من جمع کنم اینو. یه نکته بسیار مهم است تو صحبت های احمدی نژاد و اطرافیاش که اژه‌ای مطلقاً در جواب 33-34 دقیقه ایش هیچ اشاره ای نکرد. اول اون تیکه همین نکته ای رو که مد نظرمه لطفا گوش بدید از احمدی نژاد، بعد میریم ادامه صحبت. مردم به خدا من بچه هم جاسوس نیستم، برادرام کارچاکن نیستم، زمین خار نیستم، وارد کننده انحصاری دارو نیستم، خودم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم، پولم هم از پارو بالا نمیره، تابعیت بیگانه هم ندارم، بچه هم هم ندارم، برادرام هم ندارم. اکثر ملت همینن، همه همین حرف رو میزنن. چطور این توهین به رئیس قوه قضاییه تلقی میشه؟ اگه میشه اول منم آبا چه آقای بقایی، اول بنده، بعدش هم اکثریت ملت ایران، همه همین حرف رو میزن. آقایی کسی میدونی میگن دوز نیستم، این به رئیس قوه برمیخورین، توهین به رئیس قوه هست؟ آبا اون برای درست کن. ببین چی رفته اونجا میگه بله مردم چون ذهنیت، بله مردم اینجوری تلقی کردن، مردم یعنی تلقی کردن. آقای بقایی گفته که من نمیدونم دوز نیستم، تو این برس قوه است؟ تازه من میگم من حساب دولتی حساب وا نکردم پول مردم رو توش بذارم حساب شخصی و سودشو بگیرم و هر ماه به اختیار خودم خرج کنم، هرگز این کارو نکردم. این تو این برس قوه قضایی تلقی میشه بر اساس کدوم قانون؟ همه اینایی که میگه مربوط به خانواده لاریجانی ها، اینا همه تایید جاسوس بودن و دختر صادق لاریجانی هست یا نه و آگاهی همه حکومتی از این موضوع، مثل 63 حساب شخصی صادق لاریجانی و سود ده ها میلیاردی ماهیانش،
مثل زمینخواری صادق و ممجواد لاریجانی در اطراف قوم و صابه که اسنادش همه تو همین برنامه صفحه آخر دیدین. مهمتر از همه که الان به حیات و ممات صادق لاریجانی مربوطه همین ماجرای اتهام جاسوسی دخترش زهرا خانومه. یه چیز جالبی براتون بگم بعد ادامه بدم. این الان داره سریالی به اسم The Brave تو شبکه NBC آمریکا پخش میشه. قسمت نهم فصل اول این سریال، دو تا عضو CIA میرن ایران برای ماموریت. کسی که تو ایران در تماس با اینا و هم دستشونه و رابطشونه اسمش لاریجانی. بنده ارزی ندارم در این بار، ولی فقط این موضوع نیست که اسنادش رو ظاهراً احمدی نژاد هم داره که هم خودش هم دیگران تکرار میکنن نمیتونن نداشته باشن، مثل بقیه چیزایی که الان شنیدین ازش. دانسته ها بیشتر از این هاست. سریع براتون بخونم. پیام نفت دهم آبان 91، سید حسن خامنه‌ای برادر کوچک رهبر معظم انقلاب که در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی ریاست بازرسی نفت را عهده‌دار بود و در سال‌های اول دولت احمدی نژاد از این سمت برکنار شد، بار دیگر با حکم قاسمی وزیر نفت به نفت بازگشت. آبان 91. این کنار گذاشتن سید حسن خامنه‌ای برادر کوچک رهبر معظم در سال‌های نخستین دولت احمدی نژاد می تواند با پرونده‌ای که احمدی نژاد در اختیار داره ارتباط داشته باشه. چرا؟ سید حسن خامنه‌ای بیش از 2 میلیارد یورو ریخته به حساب مشتبه خامنه‌ای در آلمان. مشتبه خامنه‌ای سهام یک شرکت خودروسازی در آلمان رو داره و یکی از پرونده‌هایی که احمدی نژاد از خانواده رهبر معظم داره همینه. اینو با زرس قاطع عرض میکنم بدانید. محمد حسن خامنه‌ای عضو پیشین، یعنی همون حسن خامنه‌ای، عضو پیشین و نیز عضو جدید شورای نظارت بر نمایش آثار سینمایی است. شورایی که وظیفه آن دادن مجوز ساخت و اکران به همه فیلم‌های تولید شده در سینمای ایران است. سایت‌های خبری میگویند که حجت الاسلام و المسلمین حسن خامنه‌ای، که حجت الاسلام و المسلمین نیست تا اونجا که بنده میدونم، تنها برادر رهبره که کوچلواریه. حسن خامنه‌ای پیش از این عضو کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه در صنعت نفت، عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت و ظاهراً دارای مسئولیتی نظارتی دیگری در وزارت نفت است. ایشون علاقه زیادی به دیدن فیلم‌های سینمایی دارد و از همین رو در شورای پروانه نمایش عضویت دارد. سانسور اصلی فیلم‌ها دست این بوده از اول تا حالا. خب مسئولیت نظارتی دیگر در وزارت نفت یعنی چی؟ بازرس ویژه وزارت نفت در تمام این سال‌ها بوده. یعنی همه قراردادهای نفتی رو سید حسن میبره پیش برادر بزرگ سید علی آقا و او تصمیم نهایی رو میگیره. یعنی چگونگی دور زدن تحریم‌ها و قاچاق نفت و نقش زنجانی و غیره همه با اجازه و تایید رهبر معظم بوده تو همون دوره احمدی نژاد. برای همین احمدی نژاد میگه من مجری منویات رهبر معظم بودم. کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور رو عهده‌دار بوده، خصوصا در 4 سال دوم مدیریتش یه مجموعه ای و به قول امروزی یه کلکسیونی از نقض قوانین، قانون گریزی، خلاف قانون عمل کردن، عدم ابلاغ قوانین مصوب که من آمارش رو دارم بیش از 40 قانون رو اعلام نکرد، رئیس مجلس اعلام کرد. بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادر چاوز رو در بغل گرفتن و بوسه بر گونه هایش گذاشتن، اهانت به مراجع تحصیل، دروغ گفتن مکرر در مکرر، جابجایی اعتبارات و بودجه ها. برید از دیوان محاسبات بپرسید، مجلس صداش بلند شد، دیوان محاسبات صداش بلند شد، دستگاه قضایی صداش بلند شد. و یه همچین آدمی با این شناسنامه این چنینی امروز این گونه در عرصه مقابله با قوه قضاییه و این اهانت ها، این جسارت ها، این توهین ها.
ساختارهای اداری کشور باید بشناسه. به همین دلیل من گفتم یکی از اصلاحات اساسی نظام تصمیم‌گیری کشوری که باید اصلاح بشه. این دقیقاً ناظر بر مطلبی بود که جناب عالی فرمودید. بالاخره اگر ببینین حرف اصلی احمدی نژاد همینه که آخر شنیدین، ساختار تصمیم گیری مملکت باید اصلاح بشه. یعنی چی؟ یعنی قبلا هم تو برنامه دیگری عرض کردم خدمتتون، یعنی ساختار تصمیم گیری مملکت یعنی این هرمی که سرش ولی فقیه. احمدی نژادیا تکراری که من میکنم اینه در این آخر برای جمع بندی، احمدی نژادیا این آخر زمانی ها به اصطلاح، اینها همونطور که بارها عرض کردم اینها معتقد به اینن که حکومت ولی فقیه مستقیما نباید باشه مگر حکومت امام زمان، و ما باید شرایط برای حکومت امام زمان فراهم بکنیم و امام زمان بر روی زمین جانشینی ندارد و ما همه نوکر امام زمانیم برای آماده کردن این شرایط. و یعنی این دعوا دعوای ایدئولوژی که فقط دعوای اینکه گذاشتنش کنار نمیدونم رد صلاحیتش کردن و این داستان نیست. یکی این، دو اینکه آقای منتظری دادستان کل کشور که درباره احمدی نژاد داشت صحبت میکرد، نتیجه ای که از صحبتش میگیرین و باز خدمتون عرض کنم، میگه باید چی کارشون کرد؟ میگه باید نصیحتشون کرد. من نصیحتشون میکنم که بیاید کوتاه بیاید اصلاح بکنید قضیه رو. چرا نصیحتشون میخوام بکنن؟ فقط گفتم دست احمدی نژاد بالاتر به همه دلایلی که عرض کردم در این گزارش از صادق لاریجانی. بریم پرده آخر. امام زمان نمیاد که امامت کند بر یک عده مال مردم خور حقواز شیطون دروغگو. امام لطف الهیه بر مردم مؤمن میایه. ما باید مؤمن باشیم که ما اینقدر به قول ما باید بچزد، بگرید، بنالید، بزارید تا امام زمان بیاید. شب و روزگار خوش.